اتفاقات جنجالی جالب و عجیبی در مراسم امروز آتیلا پسیانی عزیز رخ داد. امروز مراسم تشییع آتیلا پسیانی عزیز حضور چهره های معروف با ظاهر عجیب غریب و مختلف، تا وقتی که گفته شده امروز یک سری درگیری ها هم اونجا رخ داده. لحظه ایه که پیکر مرحوم آتیلا پسیانی بر دستان مردم و هنرمندان در حال رفتن برای خاک سپاری. امیدوارم که روحش در آرامش باشه. و روز جنجالی بود امروز. چهره های مختلفی امروز حضور داشتن. یک سری ویدیو در اول کلیپ برای شما پخش میکنم از حضور چهره های سرشناس که حسابی در فضای مجازی امروز وایرال شد. گریه های ستاره پسیانی عزیز، دختر آتیلا پسیانی، مرحوم آتیلا پسیانی که در یار حیثیت گم شده همین اواخر بازی کرد. بریم فیلم رو با هم دیگه ببینیم و بعد برگردیم. چیزی که برای رسانه ها جالب بود حضور همزمان رامبد جوان و سحر دولت شاهی در این مراسم بود که حسابی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و راجبش صحبت کردن و این قضیه حسابی وایرال شد و دارید همین الان چهره این فرد یعنی رامبد جوان رو میبینید که در کنار مردم و همه نگاه ها به اون هست. حتی حضور رعنا آزادی فر هم جالب بود که این روزها در سر زخم کاری حسابی داره میدرخشه و در کنار مهدی پاکدل که همسر وی هست و یکی از چیزهایی که جنجالی بود توی فضای مجازی حضور بهنوش طباطبایی همسر سابق مهدی پاکدل در این مراسم بود که یک جورایی همه کسایی که کلا با هم بودن و طلاق گرفتن اینجور چیزا توی این مراسم امروز حضور داشتن. یکی از چهرهایی که حسابی جنجالی شدن در مراسم حضور نوید محمدزاده و فرشته حسینی بودن که استایل خاصی داشتن امروز و یه جورایی فرشته حسینی به خاطر گریم جدید فیلمش همچین حالتی داره چهرهش، حالا بعضی گفتن پرسیده بودن و در نوبه خودش هم حسابی این قضیه جالب بود که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. الان ادامه خبر رو بهتون میگم، ولی یه اتفاق جنجالی افتاده که مثل اینکه وزیر امور خارجه ایران در حال ورود به سوریه بوده که اسرائیل فرودگاه دمشق و حلب رو یه جورایی یه کاری میگه میزنه و هواپیمای امیر عبداللهی یعنی وزیر امور خارجه ایران در حال یه برگشت یه جورایی گفته شد که یه جورایی دقایق پیش هواپیمای ماهان ایر کلاً که داشته میرفته به سمت سوریه در مسیر فرودگاه دمشق بوده و پس از اینکه یک ماجرای رخ میده و اسرائیل فرودگاه دمشق رو اجرا میزنه داره برمیگرده به ایران. حالا ببینید اینجا چی شده. در بعد از اینکه این خبر منتشر شد یه جورای خبرگزاری فارس اومد نوشت امیر عبداللهیان در عراق وارد بغداد شده. بعضیا تو کامنت‌ها گفتن می‌خواسته بره بیروت و این اتفاق افتاده، برگشت اینجا نشده فلان و به خاطر اسرائیل و اینا، و کلاً یه جورای خبرگزاری فارس اون رو یه جورایی تکذیب کرده و در متنش نوشته میخواد بعدن بره بیروت. بریم سراغ خبر اصلی و اتفاقات جنجالی دیگه که بهتون باید بگم. حضور صابر ابر در این مراسم هم حسابی جنجالی بود و این اتفاق رخ داد که اومد و با خانواده آتیلا پسیانی عزیزم همدردی کرد که دارید اینجا ویدیوشو میبینید و یه جورای صدای ویدیو به خاطر قوانین کپی رایت انقدر شد به خاطر موزیک. حضور محسن تناونده و کلن تیم پایتختم در این مراسمی که از جنجالی بود و عکسای تکی هم از محسن تناونده گرفته شد در این مراسم و حتی بازیگران دیگه و حتی ارسطو معروف در سرور پایتخت دارید اینجا مشاهده میکنید که همه اینا در نوبه خودش حسابی جنجالی بود و در فضای مجازی امروز کلن عکسای این مراسم وایرال بود و حتی ستاره پسیانی و سر دولت شاهی اینجا همو بغل کردن که در حال گریه هستن متاسفانه به خاطر فوت پدرشون و واقعا خیلی ناراحت کننده. هم عکس دوم از سحر دولت شاهی و ایرای خانم ستاره پسیانی، دختر آتیلا پسیانی یعنی زنده آتیلا پسیانی که در نوبه خودش حسابی غم انگیز بود. بریم سراغ فیلم های دیگه و جالب تر. السلام فوق دين الحق ليظهره على الدين كله. اینجا هم چهره های مشهور دیگه در حال عزاداری بودن و ناراحت بودن در این مراسم که حسابی مورد توجه رسانه این تصاویر قرار گرفت و رسانه و خبرگزاری های مختلف اقدام به پخش این تصاویر کردن و چهره های مشهور همگی حضور دارن. یه خبر دیگه هم بگم و بعدش بریم سراغ ادامه اون اخبار و گفتن راجب حال آرمیتا گراوند عزیز که گفتن وخیم شده و بعضی ها از خبرگزاری ها گفتن که متاسفانه یه جور دوچار به قول معروف یک حالتی شده که دیگه امیدی گفتن نیست. حالا دکترها اینجوری گفتن، خبرگزاری ها میگن چیز رو تایید یا رد نمی کنیم ما و امیدوارم که اینطور نباشه واقعا، و بعضی گفتن آسمونی شده و کلن اخبار مختلفی گفته شده در رابطه با آرمیتا گراوند. عکس هم در نوبه خودش جالب بود. حالا بعد از این عکس ها
یه جورایی از علی شادمان میخوام یک سری عکسانش بودم که واقعا گفتن چقدر شکسته شده. برای این عکس علی شادمان گفتن که در فیلم یاغی هم دیدی که چه جوری درخشید. پرستو سارگی هم برای مراسم آتیلای پسیونی عزیز همچین استوری گذاشت و نوشت هر آنچه باید گفته میشد گفتی سه انجام بدرو، و همچین استوری هم گذاشت نوشت عشق کاشتی و عشق درو کردی و همچین چیزی، و تحصیل گفته بابت فوت آقای آتیلای پسیانی عزیز زدیاد آتیلای پسیانی عزیز، و مهران قفوریان هم همچین چیزی گذاشت و حتی علی زیا و حتی هنرمنده دیگه هم گذاشت. هادی حجازی فر یا همون نهیم در سریال پوست شیر هم در این مراسم حضور داشت که حسابی سوژه عکاس‌ها و خبرنگاران شد. مهدی پاکتل هم پستی برای آتیلای پسیونی عزیز گذاشت با همچین متنی که دارید اینجا مشاهده می‌کنی که در نوبه خودش حسابی ناراحت کننده بود و امیدوارم که این اتفاقات تلخ رخ نده دیگه. چرایی مختلف دیگه هم حضور داشتن و در این مراسم بودن که سوژه عکاس‌ها شدن، و امین حیایی هم در این بین حضور داشت که حسابی واکنش نشون دادن و گفتن چقدر امین حیایی عزیز پیر شده، صورتش خیلی شکسته شده و شبیه یکی از بازیگرامون شدم، حالا اسمش رو یادم نمیاد، بدنم خودش عجیبه. مهناز افشارم نوشت خانواده سینمای من قلبم کنار شماست. آتیلا جانم روحت در آرامش، ستاره خسرو و فاتی جانم و خانواده عزیز سینمای ایران که مهناز افشار اینجوری با خانواده آتیلا پسیانی عزیز هم دردی کرد. بهرام رادان هم اینجوری در مراسم تشییع آقای آتیلا پسیانی عزیز حضور داشت. شازی غمی هم در این مراسم حضور داشت که با این حالا در اونجا بود. حالا بریم یه فیلمی رو ببینیم از این مراسم و بعدش میایم سراغ یه چیز مهمتر که میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم. اینجا هم تالار وحدت هم اونجایی که آتیلای پسیانی عزیز مراسمش برگزار شد، و اینجا هم دقایقی پیش از آغاز مراسم تشییع پیکر آتیلای پسیانی بود که جمعیت زیادی در این مکان برای آتیلای پسیانی عزیز جمع شدن که دارید مشاهده میکنید و در نوبه خودش واقعا غم انگیزه. و این هم یک کلیپ دیگه که یکی از بازیگران مطرحمون که داره با خانواده آتیلای پسیانی عزیز همدردی میکنه، و یه چیزی که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت در آغوش گرفتن بود که حالا حرکت واقعا عجیب غریبی نیست که بخواد خیلی روش فوکوس بشه بگم فلان و بیسار از اینجور صحبت ها، و یه چیز کاملا طبیعی و داره همدردی میکنه. من باید راجع به این قضیه زیاد فوکوس کنم. بریم سراغ ادامه اخبار و ادامه چیزهایی که در این مراسم رخ داده، و امیدوارم که تا اینجا ویدیو لذت برده باشید. یه سری اخبار کوتاه هم میگم که فرانسه اعلام کرد هر گونه حمایت عمومی از فلان که در اینجا میبینید، به خاطر قوانینی که اسمشو بگم، به اسرائیل جرمه. گفته شد اولین هواپیمای فلان حامل شهروندان کانادا تل آویو رو با 130 تا سرنشین تر کرده. برای جورای اسرائیل گفته که تاکنون به 3600 هدف در نوار غزه، حالا اتفاقی که اینجا رخ داده داره میخونید انجام داده، و در اینجا همچین چیزی نوشته. اون قضیه درگیری در مراسم رو هم بهتون میگم. مصر هم همچین چیزی گفته. بعضی رسانه ها هم این عکس رو منتشر کردن که دعوا شده و همچین ماجرایی رخ داده که مربوط به ویدیویی که چند دقیقه برای شما گذاشتم، و این واقعا درسته و در روی خودش عجیب غریب بود، و خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. سلام سلام کامنت میارم مرام یادتون.